چه سوره ای بخونم که از چشم و حسد در امان باشم، هم ما و هم دارایی های من؟ ببینید مردم اینقدر از بیننده عزیز دوست دارم که الان گوش بدید به این صحبت ها، اینقدر که مردم از چشم میترسند، از کسی که چشم شوره میترسند، شاید ایمانشون اینقدر به خداوند و توکلشون به خداوند نیست. سعی کنید، چشم حقه، العین حق، ولی باید توکلتون بیشتر به خداوند زیاد باشه. چرا از چشم این و اون بترسید؟ اینقدر بر خداوند توکلتون قاطع و راسخ و قوی باشه که خودتون در درونتون، در وجودتون، در اعتقادتون حس کنید که هیچ کسی نمیتونه چیزی رو تکون بده مگر به اراده خداوند. هیچ کسی نمیتونه به شما ضرر و زیانی رو برسونه مگر بر قضا و قدر. وقتی که چیزی تا هیچ چیزی بدون امر خدا اتفاق نمیفته، پس شما اعتمادتون و توکلتون به خداوند بیشتر باشه. و اما اینکه چه چیزی رو بخونید، ببینید پیامبر اکرم علیه السلام چند چیز رو توصیه کرده. اینکه سوره فاتحه خوندنه، دو من سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اینها رو مرتب بخونید و آیت الکرسی رو بخونید. هیچ چیزی به شما ضرری نمیرسونه از این مسائل، از مسئله چشم شور، از مسئله حسد، از مسئله سحر و جادو، از مسئله خلاصه تمام این چیزهایی که از این امور دست امور غیبی هست، آگ نمیتونه گزندی به شما برسونه. مادامی که اذکار صبح و شامتون رو بخونید، مادامی که شما آیت الکرسی رو بخونید صبح، اول صبح و اول شب، یعنی قبل از، همونطوری که خداوند فرمود، قبل طلوع الشمس و قبل غروب غروبها، قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب، از کارتون رو بخونید، آیت الکرسی رو بخونید، قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس رو سه بار بخونید، ان شاء الله هیچ اذیتی از اون دست نخواهید دید.